این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از عضوای شاخ شکسته که هنوز که هنوز داغدار قاسمشه و برای روحیه دادن به بسیجیای وارفته از این قمپوزا در میکنه. خامنه ای افزودند جنایت آمریکا در ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس را یک نمونه از نتیجه حضور آمریکایی ها برشمردند و خطاب به نخست وزیر عراق افزودند آنها میهمان شما را در خانه شما کشتند و صریحا به این جنایت اعتراف کردند که این موضوع کوچکی نیست. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد. این انتقام سختی که عظما وعدش رو میده یه چیزی تو این مایه هاست. اون چه که عظما رو پریشون کرده به فنا رفتن عمق استراتژیکشه. هر چقدر زور زد نتونست جای خالی قاسمش رو پر کنه. این واقعیتی که سفیر گاف میشش تو عراق هم بهش اعتراف میکنه. برخی ها تحلیل میکنن معتقدن که بعد از شهادت حاج قاسم ما و جبهه مقاومت یه مقدار اونجا شاید تضعیف شده باشیم. آیا واقعا چنین نگاهی هست؟ اتفاقی که افتاده خلأ وجود سردار سلیمانی هست. این دیپلمات تروریست عظما هم با یک فقره تو سری به قاآنی خواب و خیالای عظما رو آورده روی آنتن برنامه زنده و میگه سلیمانی از توی خواب داره مزدورای رژیم رو هدایت میکنه. این یعنی قاآنی کشک. گاهی اوقات من ارتباط دارم با دوستان ایشون، دوستانی که مستشاران نظامی ما در منطقه هستن و هنوز هم برای تأمین حداکثری امنیت ما و امنیت منطقه دارن تلاش میکنن. اینها میگن گاهی اوقات ما در کمک‌های مستشاری که میکنیم در سوریه در بخش‌های از منطقه حتی در نقشه‌های نظامی که میکشیم سردار به خواب ما میاد و نقشه‌های ما رو اصلاح میکنه، میگه این مسیری که رفتید غلط بود، از این مسیر برید. و فردا که اون مسیر رو میریم میبینیم مسیر درست هست. خواستم در کنار همه ویژگی‌های دنیاییش این ویژگی برتر رویش رو بگم که حتی پس از شهادتش اخلاصی که سردار سلیمانی داشت و انگیزه الهی که سردار سلیمانی داشت رو اونقدر ماندگار کرده که این رابطه های عاطفی و رویاهای صادقه بین سردار و زیر مجموعهش که با اخلاص دارن شب و روزشون رو برای امنیت ما صرف میکنن این ارتباط برقرار. حالا بشنوید از شیخ وری که همچنان مشغول دغلبازیه و برای پخش کامل ویروس کرونا نسخه شرکت در عزاداری میپیشه. عزاداری یا سلامت؟ نه هر دو، هم عزاداری امام حسین هم توجه به پروتکل‌های بهداشتی. اینا مانعت الجمع نیست، اینا رو باید جمع کرد در کنار هم قرار داد. بسیجی‌های کف کرده هم منتظر همین فتوا بودن تا با این کلیپ های مسخره برای کار و کاسبیشون بازار گرمی کنن. شکست میدیم ما که جایی غیر از محفل عشاق نرقصیدیم، کرونا رو هم شکست میدیم. کی میگه هیئت هامون تعطیله؟ کی میگه ناامید و مایوسیم؟ چند وقت جای روزه درگیره، جنگیدن با ویروس منحوسیم. لا لا فرالبلا، لا لا فرالبلا، لا لا فرالبلا، لا لا فرالبلا، لا لا فرالبلا. شیخ فری به قدری رسوا شده که حتی سلبریتی های حکومتی هم بهش تیکه میندازن و سکه یه پولش میکنن. خیلی زحمت میکشه واقعا، خیلی کار میکنه، دستش در نکنه. و من نمیدونم این ایشون خسته میشه چجوری استراحت میکنه. من خسته میشم خوابم نمیبره. ایشون فقط یه وقتایی دروغ کم میاره یه دونه راستم میگه. خب بعد راجب کارهایی که نکردن جلسه میذارن.
گیر اون کارایی که نکردن جلسه آره دیگه چون کاری نمی کارایی که نکردن جلسه میذارن جلسه میذارن کاری نمی کنن که اگه کاری بکنن سر کارن تلویزیون نشونشون نمیده میخندین خب بدین هی همینجوری بخندین تا یکی دیگه از اون بچه آقا آقا یه آرم سیشن ببینیم بچه ها ما هم بریم کلامتری بغل و بغل نه یه آرم سیشن ببینیم خدا لایوه امو لایو یعنی چی؟ الان یعنی داره زنده پخش میشه همه دارن میبینن نه بابا به حضرت عباس دستگاه سود هوای بوق داشتی اینا رو میرفتی؟ آره بابا نه اینو از اول تکرار کنیم مذارت بخوام شیخ فری قبلا گفته بود هنرمندا باید بیان هر هر و کرکر را بندازن اما فکر نمی کرد به ریش خودش بخندن از اون طرف کارگزاران حکومتی بسیج شدن تا به تبلیغ قرارداد با چین بپردازن و ایران فروشی رو ماسمالی کنن یه نمونهش این جونوره که میگه قرارداد با چین خوبه چون چین دنبال براندازی نظام نیست چین یکی از در کشور دوم در اقتصاد هست یعنی درسته. قدرت برتر اقتصادی است جایگاه دوم داره دوم اینکه دلیل دوم اینکه حقیقتا ما تا الان در کارنامه چین وقتی نگاه میکنیم چه میدونم انفجار و ترور و فتنه و طراحی و براندازی و سناریوهای مهار و سناریو نداریم بانه. در براندازی انقلاب اسلامی یا مهار انقلاب اسلامی طراحی کرده باشه اما درست به موازات این تبلیغات با سوتیای تیویریش مواجه میشیم که آخونده را حسابی رسوا میکنه مثل این صیادای کنارک که آوردنشون توی تلویزیون تا درباره انقراض نهنگا حرف بزنن اما پرده ها رو کنار میزنن و راجع به وطن فروشی آخونده به چین حرف میزنن مجری هم فیوز میپرونه و گیرپاش میکنه اون لحظه فکر میکردی که اون گونهی که داری نجات میدی جز گونه‌های در حال انقراض باشه؟ چون که تقریبا ما از این کارا رو میکنیم یعنی آره میفهمیم چینی ها اینا دارن میگیرن میبرن ترور میکنن دارن رفترو میکنن کشورمون ها یعنی ما خب دیگه انسانیم انسانیت میفهمیم چیه بله این گونه در حال انقراض نهنگ رو عرض کردم که به قولی خیلی جالبه به این با این نجات دادن ما اون گونه رو تونستیم حفظ بکنیم این روزا آخوندا شب و روزشون شده زوزه کشی علیه مجاهدین بعد این پاسدار قزمیت رو آوردن تا بگه دیگه اسمی از مجاهدین نیست واقعا در گردنه مرصاد تنگه مرصاد اونجا یه جهنمی شد برای منافقین یعنی طوری شد که دیگه ما سالیان سال الان به این صحبتی از منافقی نیست یعنی ضربه مهلکی الحمدلله هوانوروز و عزیزان رزمندمون بر پیکر منافقین وارد کردن معلوم نیست باید حرف این طرف رو باور کنیم یا این دست و پا زدنهای آخونده رو ببینید کار به کجا کشیده که 4 جوجه بسیجی رو جمع کردن تا این نمایش مسخره رو بازی کنن. ناصری شما میتونید اطلاعاتی در مورد این سازمان به ما بدید؟ بله چشم. پاریس در فرانسه، کمپ تیرانا در آلبانی، قرارگاه لیبریتی در عراق، قرارگاه اشرف در عراق. بله. این گروه بعد از پایان جنگ ایران و عراق منافقین تصمیم گرفتن با چراغ سبز صدام از خاک عراق به ایران حمله کنند و با پشتیبانی هوایی رژیم بس تا تهران پیش بروند. اما با فرماندهی شهید صیاد شیرازی به وسیله هوانیروز ارتش و پشتیبانی نیروهای مسلح سپاه و بسیج با عملیات مرصاد این توطئه شکست خورد. البته همه این شامورتی بازی ها به خاطر ترس از آخر و عاقبت عظماست اونم تو روزگاری که مزدورای نیروی انتظامی رو اینطوری کف خیابون ضرب فنی میکنن آخوندایی همه سال روزه خوندن و خودشون رو تبلیغ کردن اما این دم آخری طوری به پیسی خوردن که حتی طلبه ها هم به نقش آخوندا معترضن
و تو برنامه‌های تلویزیون اینطوری بند آب میدن. از 100 تا گزینه 100 تاشو عمل میکنی. من شخص شما رو میگم. نه من کاری به این مگر من عمل نمیکنم، من همه اینا رو برمیگردونم به این مشکل اصلی که علت اصلی دینگوریزیه و اون کمکاری روحانیت. حالا این بحث مفصله، شما مقصرین، شما من این معتقدم چرا حالا این بحث مفصله، بس جلوتر که رفت من حتما اینو مفصل میپردازم. مثلا اگر یه پزشکی مقصر بود شما داروهاتو نمیخورید؟ چرا حاجی حالا میگم این بحث وارد بشه. اگر یه نه ببینید دیگه مقایسه کنین، چرا با پزشک مثلا کلا خطا خیلی داره. اجازه بفرمایید، اگر الان شما گفت گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. حالا بریم سراغ یه اتفاق دیگه تو حکومت مشنگا. اینجا اومدن دکل مخابرات افتتاح کنن، دیدن منبع آب مزاحمه. بقیهش رو خودتون ملاحظه کنید. در سال جهش تولید توجه شما رو به فیلتر خودروی داخلی جلب میکنیم که با قوطی رب درست شده. توزی از رب گرجه تیز کردن درست شده. درست شده از رب گرجه چی؟ مشکوت مخلوطی لوبیا چیتی. لوبیا چیتی. لوبیا چیتی. لوبیا چیتی نه کسا کسا لوبیا چیتی تا قشنگ مشخص شه. این واقعا مملکت ماست. این هم بونشه. یه هم چیزشه. این بسته به اینجاست. یه وقتی نگیم که ما دروغ میگیم. ما رو استاندارد و وزارت بهداشت و سیب و سکانس آخر این هفته به تصویر جالبی از رابطه یه پرنده با موسیقی اختصاص داره. ببینید چطوری روی ساز میشینه و با زخمه های استاد همراه میشه.